به نام خدا، با سلام و عرض ادب. بچه، این جلسه میخوایم بریم و یه سوال خیلی خوب از حرکت پرتابه حل کنیم. آقا، سوال به ما چی گفته؟ گفته ما یه بیلبیلک داریم اینجا، خب این یهو پرت میشه به سمت پایین با زاویه چند؟ با زاویه 25 درجه. چی دیگه به ما داده؟ اومده لطف کرده ما یک فاصله عمودی و یک فاصله ای که میکس عمودی و افقیه به ما داده. یعنی چی میکس عمودی و افقیه؟ یعنی ما باید بریم اصطلاحا افقیش خودمون به دست بریم، عمودیش هم خودمون به دست بریم. من که دارم فکر می‌کنم، اما میخوام قاطی نکنم عمودی و افقی رو اشتباه نگم. خب اوکی، الان ما فهمیدیم که یه چیزی رو پرت میکنیم با این زاویه در این ارتفاع، میخوره زمین. اوکی، خب پس بیایم ببینیم اصلا صورت سوال به ما چی داده. یک ارتفاع این نقطه رو داده، ارتفاع این نقطه رو داده، مختصات x این نقطه رو داده و x این نقطه رو داده. درست شد؟ خب دیگه چی داده؟ دیگه گفته آقا زاویهش 25. یعنی ما باید بیاییم وی آی ایکس رو یا سرعت آ در راستای ایکس و سرعت آ در راستای ایگرگ رو به دست بیاریم که طوری یه دونه ضرب داره کسینوس 25 سینوس 25 کنیم. نما کن آقا جان، این 25 ضرب داره سینوس بشه در راستای ایگرگ به ما میده، ضرب داره کسینوس بشه در راستای ایکس به ما میده. درست شد؟ خب یه چیز واضح دیگه ای هم که ما داریم اینه که شتاب ما در راستای ایگرگ برابر منهای جیه، منهای 9/8 همون شتاب گرانش ما دیگه. چرا منها؟ چون داره به سمت پایین میره، این داره میکشش به سمت پایین، ولی خب ما مثبتمون به سمت بالا. میگه اوکی، من الان فهمیدم که مختصاتم چطوریه و اینجور حرف. فقط اینم اضافه کنم دیگه، ایکس بیرم اومدیم اینجا حساب کردیم، ایکس بی میشه 100 که طول این وتره است ضرب در 4/5 که کاری نداره دیگه، اومدیم در راستای ایکسش رو به دست آوردیم. این از این. بذارید اینجا من یه چیز دیگه هم اضافه کنم، شاید جلوتر به کارمون بیاد. نگاه کنید الان ما اگر بخوایم ارتفاع نقطه آ رو به دست بیاریم در راستای ایگرگ چطور میشه؟ میشه آقا ما 4 تا اینجا داریم، این هم الان میبینید ضرب در چی شده؟ ضرب در 4/5 شده. اگه 100 ضرب در 3/5 بشه این مقدار ارتفاعی رو هم به ما میده. یعنی دیگه ما همه چی رو از صورت سوال کشیدیم بیرون. یا اصلا تو دیگه هیچی بلد نیستی، تو هیچی نمیدونی. مثلا همینه بنویسی، مثلا اگر سال 1 بارم داشته باشه شما 25 صدام گرفت. فقط ببینی اصلا صورت سوال چی گفته، چی داده، چی داده به ما. اوکی، من فهمیدم که صورت سوال به من چی داده. بریم در مورد راستای ایکس با هم دیگه صحبت کنیم. درسته؟ چی بگیم؟ بگیم که آقا ایکس بی علاوه ایکس آ ضرب در وی ایکس وی آی ایکس در تی. آقا این خیلی، این اصلا من این نمیدونم چیه، اصلا من این نمیدونم چیه. مگه ما نداشتیم که x یه نقطه ای با مساوی x صفرش و علاوه v در t و علاوه 1/2 a t دو نداشتیم دیگه؟ میگه بله. میگم خب آقا ما الان در راستای x که شتاب نداریم، در راستای x ما الان چه شتابی داریم مرد مومن؟ نگاه، ما الان این شکل این داره میاد، خب این فقط داره میره به سمت پایین، این ور به این سمت که ما شتابی نداریم. پس نگاه کن این ترم که آ توشه میره تو باقالیه، میمونه کلن اینجا. خب ما هم اومدیم داریم در مورد راستای ایکس با هم دیگه صحبت میکنیم، خب ویمونم پس باید وی ایکس باشه. تمام شد، همینه مینویسیم. مینویسیم آقا 80 چیه؟ 80 ایکس بیه مساوی وی آی ضرب در کوسینوس تتا که اینجا در تی. آقا ما الان به یک معادله رسیدیم که دو تا مجهول داره، تی و وی آ. اوکی، میگیم ادامه میدیم، میگیم دشواری نداریم. میریم سر معادله بعدی، میگیم آقا اون در راستای ایگرگ که من به شما گفتم، خب میریم در راستای ایگرگ این معادله رو میبینین، اینی که من الان این ترمش رو صفر کردم، دوباره اومدیم همین رو تو راستای ایگرگ نوشتیم. چه فرقی داره؟ فرقش اینه که ما اینجا دیگه
چی داریم؟ شتاب گرانش داریم. شتاب گرانش. خب یکی میگه آقا داشتیم و فلان این حرفا که چی؟ میگم نگاه کن الان یه ذره دقت کنی، ما ایکس بی رو داریم، ببخش ایگرگ بی اینجا صفر، ایگرگ آ هم که داریم، وی آی وای مقدارش رو نداریم اما پارامتریش رو داریم دیگه، میگیم چیشه کوشش وی آی ایگرگ اینها، اینم به عنوان مجهولمونه، تی هم به عنوان مجهولمونه، آ هم که داریم دوباره تی هم به عنوان مجهولمونه. ما الان به چی رسیدیم؟ به این رسیدیم که آقا ما دو معادله داریم، دو مجهوله. که میگه دو معادله چی؟ میگم مرد حساب مگه اینو ندیدی؟ یک معادله دو مجهول بود دیگه، اینم دوباره یه معادله اومد بهش اضافه کرد، پس چی شد؟ دو معادله دو مجهول. چیکار کنیم؟ یا ما این بالا رو میبینی، من اومدم تیشو تنها کردم این شکلی گذاشتم، بعد اومدم توی این تی رو انداختم، یعنی گفتم آقا تی مساوی این مقدار، خب درسته؟ بعد که این کارو بکنی چی میشه؟ یه معادله به دست میاری درجه دو، هیچ چیزی نداره، میدید ماشین حساب برات حل میکنه یا حالا خودت دستی حل میکنی و مقدار وی آر رو به دست میاری. نگاه من الان حل کنم چیزی به شما اضافه نمیشه، یه بعد خودت دستی حل کنی که چی بشه؟ که دستت را بیفته. چون حالا مثلا میبینی ویدیو رو میگی آه من چقدر اینو بنز دارم حل میکنم، میری سر امتحان میبینی که نمیدونم، نه باید خودت حل کنی. اوکی وی آر به دست دار. خب آقا وقتی ما وی آر داریم خب میندازیم تو این فرمول تی ام برس میاریم دیگه، درست شد؟ حالا ما باید بریم و وی بی رو به دست بیاریم، وی بی رو به دست بیاریم. الان وی آر رو به دست آوردیم دیگه، میگم حالا وی بی که اینجا باشه چطور به دست بیاریم؟ میگم آقا دوباره همون حرف های قبل، دوباره همون حرف های قبل، میام یه معادله تو راسته ایکس می‌نویسیم، معادله در راسته. ما یه چیز خیلی بیسیک داشتیم. چه چیز خیلی بیسیکی؟ نگاه کنید، ما میگفتیم شما سرعت در راستای ایگرگ توی هر نقطه برابره. موجی که ما دست من افتاد. یعنی چی؟ یعنی من بیام اینجا این گوله رو بگیرم، بگم سرعت چنده؟ سرعت چنده؟ میگه سرعت من مثلا 5. بیام اینجا گوله رو بگیرم، در راستای ایکس دارم میگم. بگم سرعت در راستای ایکس چنده؟ میگه 5. دوباره اینجا بگیرم، دوباره میگه سرعت در راستای ایکس من 5. خب پس یعنی آقا میگیم سرعت آ در راستای x مساوی سرعت b در راستای x. ما میریم میگیم آقا سرعت آ در راستای x چند بوده؟ میگیم آقا وی آ در کوسینوس تتا، کوسینوس 25. وی آ رو داریم، کوسینوس 25 هم داریم، وی بی رو به دست میاریم. یعنی عملا وی بی و وی بی x و وی آی x رو به دست میاریم. درست شد؟ اوکی. بینیم سر وقت معادله بعدی، میگیم آقا در راستای ایگرگ بیا با هم دیگه صحبت کنیم. در راستای ایگرگ ما معادله داشتیم، میگفتیم آقا وی نقطه ثانویه مساوی وی نقطه اولیه بله به آتی. خب دیگه آقا جان ما الان در راستای وای همه چی رو داریم، ببخشید در نقطه آ همه چی رو داریم، پس در راستای وایش هم داریم، شتاب گرانش هم که داریم، زمان هم که داریم. خب دیگه بنداز تو فرمول زمان، بنداز تو فرمول شتاب، بنداز تو فرمول سرعت، بنداز تو فرمول یه بی رو به دست بیار. میبینید بنداز تو فرمول مقدار بگیر، بنداز تو فرمول مقدار بگیر. هیچ. خب آمانه رو حساب کرد. بعدش میگم خب بعدش که دیگه کاری نداره دیگه، شما میخوای بیای سرعت بی رو به دست بیاری، چطوری؟ میگه وی ایکس به توان 2 علاوه وی بی ایگرگ به توان 2 زیر رادیکال مقدار عددی شما میده. دیدید هیچ کاری نداشت، هیچی، شما فقط میان یه دونه در راستای x معادله می نویسی، یه دونه در راستای y معادله می نویسی، دو معادله دو مجهول میشه، مجهولاتو به دست میاری بر اساس اون مجهولایی که به دست آوردی که دیگه الان شده معلومت، میری و اون چیزای دیگه‌ای که نداری رو به دست میاری که این باشه. دیدید چقدر راحت؟ شما فقط باید بتونید اون چند تا معادله بود که در راستای x و y اونا رو بنویسید. اصلا این راحتی داریم موضوع، اصلا به این سادگی داریم موضوع تو دینامیک.
به نظر من. امیدوارم استفاده کرده باشید. من موجی که من از دستم افتاد باید سریع برش دارم. برید به سلامت، براتون آرزوی موفقیت.